برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، سلام بر شما. آرزو میکنم که صحت و سلامت باشین. باز هم خواستیم که صنایع دستی افغانستان براتون با معرفی بگیریم در برنامه یک قدم از کوچه انتیک فروشی شهرنو کابل. قسمی که میبینین اینجا صنایع دستی است که میریم یک به یک میبینیم و یکی از صنعتگران و فروشنده هایی که اینجا استاد است با این برادر معرفی میشیم، ببینیم که در مورد چی گفتنی داره. سلام برادر. سلام علیکم. خوب هستی؟ تشکر. اسمتون؟ اسم محمد نسیم یکن، از دکاندار شهر نو. بسیار خوب. این دکان مالک شماستیم؟ بله. بسیار خوب. چقدر وقت میشه که دکان داری؟ تقریبا 8 سال میشه. 8 سال. بله. و قبل از 8 سال هم شما کار صنایع دستی میکردید؟ بله، از اتر چیزای صنایع دستی از قبیل پوستین و قالین و بعضی یخنای ترکمنی، یخنای خنجردوزی، چیزای افغانی کارش میکرد. در این دکان کدام صنعت هست؟ چی چیزایی رو دارین؟ ما صنعت زیادتر چیزا رو داریم. صنعت چرم داریم، صنعت پوستین داریم، صنعت یخنه دستوزی رو داریم، صنعت چادرهای ابریشمی هرات داریم، از صنعت چپنای مردانه داریم، از هر چیز هست ان شاء الله. تمام این صنایع رو که شما میگین که یکیش ما از پایان از دکان شما پوشیده، بله. اینو کلگیش کار دست است؟ بله، یا زیادتر کار دست است، چون حالی چیزای دستی مود شده و چیزای دستی رو زیادتر خوش دارن افغانایم. با شمول این پوستین و چرم و همه گیش؟ بله، هر چیز. صنایع دستی است و کلش از خود افغانستان است؟ بله، صنعت افغانستان است. اگر چرم هم است، اگر قالین است، اگر هر بله، بله. اینجا می‌بینیم. بله، زیادتر چیز صنعت در 100%، 95% صنعت افغانستان است، 5% از باز کشور دیگر. بله. قسمی که من دیدم ماشاءالله که دکانتون تمام صنایع دستی افغانستان داره. اگر افغانستان کوچک است اینجا خودش. بله بله، همون چیز معلوم میشه. چطور از کاروبار، مشتری دارین؟ خدا رو شکر، بله، از حساب صنایع دستی زیادتر مشتری داریم، چون بعضی چپانایی که در جانت است از این چپانا زیادتر فرمایش میتن، گندای افغانی فرمایش میتن، چون بعضی چادرای ایراتی است که از او استفاده میکنن، هم بر شال هم بر چپن با فرمایش میتن، ما برشان تهیه میکنیم، دسکاولای چرمی است برشان تهیه میکنیم. بسیار خوب. زیادتر چیزا خوش. مشتریتون کی ها هست؟ از کجا میان؟ مشتری ما زیادتر افغانای خود ماست که مقیم در خارج است. بعضی ها که میان به حساب تفریح میان به افغانستان، یک بازدید، زیادتر توریست ها است، بعضی چیزای لباس های توریستی است که خوش میکنن، تا کلاک میرن که چیزا رو بر ما تهیه کنه، جور کنه، چیزای صنعت دستی افغانی از قبیل چیزای افغانی است. و تا جایی که دیدم میشه در سالهای تقریبا اخیر رواج زیاد پیدا کرده صنعت دستی، نظر به یک چند سالی که وقفه بود و قدر غیر تورست کسای دیگه نمی خریدن. صنعت دستی که از کیفیت خود داره، بسیار یک کیفیت بالا رو داره نسبت به بعضی چیزای چینایی یا هندی یا غیره چیزای ایرانی. یعنی صنعت دستی که از چیزی هست که کوالیتی خوبش داره و همه در دست بافته میشه، در دست بعضیش جور میشه، فهمیدی؟ باز یک صنعت چیزی است که یک کوالیتی خوب داره، ارزش زیاد داره. بله، زمان میگیره که جور میکنن و تمام بله بله. کار با دست. بله، کارش با دست. خب کل دنیا کار ماشینی است، مردم از خسته است، دوست دارن بعضی چیزای از افغانستان که از زیادتر صنعت دستی است، چون از قبیل قالین است، از قبیل یخنه خنجردیزی است که میتونه شما برتان تا کنیم ببینیم، فهمیدی؟ زیادتر چیزای افغانی استفاده میشه. بسیار خوب. از کدام ولایات افغانستان بر شما مثلا این صنعت میآید؟ زیادتر از ولایت غزنی می، از طرف پکتیا می، ولایت خوست، گندای افغانی است، چیزای افغانی است، از ولایت کابل کلسوالی سالف می باشه. و از بلخ می چادرای مزاری داریم، از هرات می چادرای دستی هراتی داریم، شالای کلان ابریشمی هراتی است به نام ابریشمی هرات، دیگه قالینای مزاری داریم، قالین قندوزی داریم، بعضی چیزا زیادتر از ولایت مختلف افغانستان. کسایی که اینا رو میسوزه تنها مردو هستن یا مشترک زن و مردو میسوزن؟ نه، مختلف است، خانم ها هستن، مثال در بامیان هست، بعضی یخنای بامیانی ماست که خانم ها تولید میکنن، خانم ها میدوزن خنجردوزی. باز در مزار که از بعضی قالین هست که قالین مزاری است، در خانه زیادتر مردا تولید میکنن. و پوستین باب که هست، چون در سالی سالف هست، زیادتر مردا تولید میکنن کار پوست.
چرم ممکن مرد. چرم بله کار چرم ممکن است. دستکالون مکمل سند دستی چیزای افغانی خود ما شماست کاملا چرم است. چرم وطنی خود ما شماست. گلیم شما وطنی است. ای گلیم هم چی میشه؟ بافت میشه؟ دوخت میشه؟ بله بله ای هم بافت میشه. بافت میشه و بعدش بازم روی چرم خالص است؟ بله چرم خالص است. زیادتر همینجا مردان تولید میکنن. بسیار خوب. اینه می دستکار مثلا قیمتش چند است؟ قیمت از یا به حساب بسیار قیمت مناسب داره. حدود 800 افغانی قیمت شما. خیلی. نظر به زحمتی که دهی کشیده بله. میشه قدر باز از این بود شام تهیه میشه، دسکول خورد شام تهیه میشه، دسکول جیبیک بر خانم ها بود شام تهیه میشه. اگر لباس هم بخواین لباس هم باز از این کاری که در دسکول شده در دیخن در آسین دامن چیزا کار شام میشه شام. امروی چرم گلیم؟ مکمل یک سید مکمل امروی چرم. سر جالب است. من دوزای بدارید یارا تصویر کنید من که باز بریم به بخش دیگه. خب بعضی چیزای دستی. اینا چی هست؟ بیاییم در مورد از یا گپ بزنیم. این خو گلیم است بله؟ بله. گلیم سابقه ایسا کار دستی سا. یک رودخانه از او نقشه یک رودخانه رو داره. بافت دست است؟ بله بافت دست است. و پشمه یا؟ بله بله یا پشمه سابقه ایسا. یا پشمه شطور زیادترش پشمه شطور است. پشم شطور است. بسیار خوب بسیار خوب. و چقدر منظم هر تار زی بافت میشه؟ این طرف شبرغان ساخته میشه. بسیار خوب. باشیم که نمیدازیم و دوخان گدوت نکنیم برتان. یک برادر دیگر میگیم که بیا پشت سر ما خرابی کنیم جور کنن. اینی که از ای به حساب سرمیزی سه ای ساخت خوست است. طرفای منگلی میگن ایره در جهزیه دخترهای خود برای عروسی. بله بله ای در جهزیه به سر بکسی و وقت سابقا زیادتر سر بکس رواج بود. حالا هم خریدار دارن؟ بله ها ای سند دستی سه ای مکمل کار دستی است. بله ها چقدر زحمت میکشن سر تور زحمت زیاد میکشنده ای چیزا. ای با همین زحمات که کشیده میشه قیمتش چند است؟ قیمت از این میاد 3500 افغانی. بسیار خوب. و اینی که از گلدوزی های دست است داره؟ این کسی پرده گلدوزی سابق از کار دست است. این در ولایت کندوز زیادتر از استفاده میشه چون سابقا هم فعل حال هم بعضی جا استفاده میکنن. طرف بدرچان زیادتر استفاده میکنن از این چیزا. آها بیننده ها عزیز زیره من به یاد دارم که یک وقتهای مثلا مادر کلانه ما اینا یکان چیزایی میکنن چی پخته دوزی داریم یکان بله. کارگاه میگرفتن و تا در کارگاه زیادتر دوخته میشه واقعیت که بسا جالب است وقت در زامت فراوان داره ایچ زمان معلوم داره زمان گیرم است او وقتا من نفهم یا انرژی زیاد بود یا علاقه زیاد بود وقتا زیادتر حوصله بود یا تنها قدیمی است یا عالم میشه نه نه عالی هم نمیشه زیادتر یا قدیمی سه چون حالا قدر کس حوصله نداره که چیزا را استفاده کنه و بینان های عزیز ببینین ایره یه موربافی است صنعت موربافی هم در افغانستان بسیار خدمت زیاد داره من بله. با یاد دارم که باز هم ما مادر کلانه ما چوچکک سرمدان میگفتن سرمدانی کیف پول ای چیزا داشتن و ای دیگه چی است؟ ای پرده است؟ ای پرده است ای پرده است اینجا ما پرده مکمل شو بر شما نشان میتم این طرف ویک برتان این اتره ای چیز است که مکمل پرده در بعض سال اونا استفاده میشه زیادتر آل دیکورای افغانی را چه صنعت افغانی مثال گلم و قالین و پرده ترکمنی میگن این به نام پرده ترکمنی من دوزه بیاب توی کم پشتر بیارو که مکمل این تو به شکل چیست نه سرپرده ای میشه بله. استفاده کنن بله یا مکمل کار دستیست و یا مکمل کار دستیست او خالدوزی است و دکمدوزی آی آی بیا نیده بگیره چقدر این چیزای تاریخی است که مطمئناً در بعضی از موزیما شاید تا بیرون از استفاده کنن و بانن و فریبا جان یک چیزی که بسیار یک چیز است که بسیار یک خاطره جالب است از این که سابقا زیادتر ایره برای طفلا جور میکردن مادر کلانا یادم میایه یا که من خداوند مادر جان مرا مغفرت بکنه از زمانی که خرد بودیم بخاطر سرگرمی ما از تار و که موهایش از تار می ساختن و چشم برش می دختن اینا باور کنین با دیدن از این مر بردین به طفلیت و کودکی
چقدر جالب است. ببینین صنعت گودی دوزی باید باشه دیگه. بله. فعل حال این چیزا تولید میشه. او چیزای سابق است، این چیزای نو است. منتها ایام کار دستی است. یا یک شیپ دیزاین مثال بعضی حیوانات مختلف داره، فیل و شتر و گوسفند، بوز چیزا رو داره که از با سه سایز داره. سایز خرد کلان داره برتان. این دیگه سایز چاست؟ این شتر است. بسیار زیبا است. این هم صنعت دستی طرف بامیان است. که همش دیده نیست، باور کنین. زیاد زیاد جالب است و دوست را آدم ببینه امرایشان سرکار داشته باشه. حداقل یک الماری انتیک داشته باشه، مخصوصا وقتی که در بیرون از افغانستان کسایی زندگی میکنن اینا رو داشته باشن، چون باید همیشه فرهنگ اصلی خود را یاد داشته باشیم و فراموشش نکنیم. واقعا این یک چیزی که دیگه است که موردوزی به نام هم صنایع دستی وطن ماست. بسیار یک کمپانی بالا فرمایش افغانستان است، تو بسیار یک کمپانی بالا به حساب کلی بند و یک کسر یک چیز توفه ای است دیگه. با یک دوست یک توفه چیزا ممکنی را شاید نامزده برای نامزدش بگذره که چون یک بله. شکل قلب داره و بایی بتونه اظهار محبت کنه برای نامزد خود یا برای اون کسی را که برش علاقه مند است. حتما دختران جوانی را میدوزن بله زیادتری در روز عاشق استفاده میشه چون بله. بله 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 خود صنایع دستی است. مثلا بازازی یادتون باشه که چی جالب است توفه ایست که هر کس نداره. اینی چیز هست که یا مکمل کار دستی است دست دخته شده آرزوی کل ما. بله جالب است. چقدر فکر کنین که مردم افغانستان هر لحظه تشنه سال هستن وقتی میخواین یک صنعت بسیار کوچک دستی هم جور کنن، اولین کلمه که در ذهنشان میاد سال اون چیزی است که برش نیاز دارن، اون چیزی است که میخواین و دوستش دارن، میخواین که آرام باشن، میخواین زندگی عادی داشته باشن و ما امیدوار هستیم روز برسه. بله بخیر. اگر ما با این چیزها احساساتی میشیم کم میمونه گریان کنیم که ببینم. بسیار زیبا بود. خب بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، قسمی که شما دیدین صنایع دستی افغانستان را در اینجا، البته در امی دوکانی که ما آمدم در شهرنو، احساس کردم که یک افغانستان کوچک است، چون تمام صنعت افغانستان در امی یک دوکان جا گرفته، صنعت مختلفه که یک یک برتان معرفی کردیم، ولی یادتان باشه که کلش تمام نشده. قسمت دوی ای برنامه را شما در برنامه بعدی یک قدم تماشا میکنین. با ما باشین و با صنعت دستی افغانستان. تا بعد، الله یارمندت بارید.